کلات نادری در واقع یک قلعه بزرگی هست که سر کوه ساخته می شده از زمان ساسانیان بوده همیشه مورد توجه شاههای مختلف بوده چون موقعیت استراتژیکیش خیلی خوب بوده نفوس ناپذیر بوده آب و هواش هم خوب بوده اما از زمانی که نادرشاه افشار بعد از فتح هند توجهش به اونجا جلب میشه در واقع میشه گفت اهمیت و اون شهرت اونجا چند برابر میشه کلات نادری الان جایی هستش که خودش بیشتر از 8000 نفر جمعیت نداره ولی نادری چون خودش تو همون محدوده متولد شده بوده خیلی خوب اون منطقه رو میشناخته بعد از فتح هند این یه سری اسرایی رو با خودش میاره و در اونجا بالای کوه یک کاخی رو میسازه به نام کاخ خورشید توسط همون اسرای هندی که با خودش میاره اون هدف هدفش این بودی که خب هم خودش و خانوادهش اونجا زندگی کنن تا پایان تا روز مرگش همونجور هدف دیگه ای داشته که اونجا رو آرامگاه خودش بکنه چون که تمام دیوارهای کاخ خورشید رو با آیات قرآن در مورد معاد و زندگی پس از مرگ کامل نوشته بوده که حالا بعدا اون اتفاق نمیفته علاوه بر اون اون گنجینه که با خودش آورده بوده از هند الماس کوه نور دریای کوه نور تخت تابوس تمام اونها رو هم اونجا نگهداری میکرد یه دنم سنگ نوشته منصوب به نادرشاه افشار اونجا هستش که 25 تا بیت شعر هستش که در متح خدا نوشته به زبانهای فارسی و ترکی درباره فتح هند و اتفاقاتی که در سالهای پایانی زندگی نادرشاه افشار افتاد و حالا چه سرنوشتی پسر کوچکش پیدا کرد که سر از اتریش در هم در یک ویدیو جداگانه توضیح دادم اگه علاقه من بودی میتونیم بریم ببینیم